امروز و در این قسمت از برنامه 14 مرور می‌کنیم که وضعیت نامزدها در نظرسنجی‌های مختلف چجوریه و اصلاً چقدر این نظرسنجی‌ها قابل اعتنا هستند. آیا اعداد این نظرسنجی‌ها به ما به درستی میگن که پیروز انتخابات چه کسیه یا خیر؟ تفاوت نتایج نظرسنجی‌ها در چیه و چرا مهمه؟ من به همراه همکارم محمد ملانوری در این برنامه به این سوالات پاسخ میدیم. خب محمد، الان کمپین‌های انتخاباتی شروع به فعالیت کردن و نامزدها چه در فضای مجازی، چه در تلویزیون و چه در آینده احتمالاً به صورت حضوری فعالیت‌های تبلیغاتیشون رو ادامه دادن و ادامه خواهند داد. اما این وسط ما یک سری نظرسنجی‌ها داریم که نتایجش داره دست به دست میشه. به طور کلی اگه بخوام یه نگاهی داشته باشیم، کارکرد این نظرسنجی‌ها چیه؟ توی این شرایط داره با چه هدفی پیش میره و به طور کلی چه چیزی رو، چه نکته‌ای رو میتونیم دربارش بگیم؟ ببین، نظرسنجی کارکرد مهمیشون برای فعالیت‌های انتخاباتی اینه که نشون بدن که آیا پیامی که دارن ارسال می‌کنن به مخاطب میرسه و اگه میرسه این پیام باعث میشه که مخاطب اون پیام که مردم هستن به اون پیام واکنش مثبت بدن و بهشون رأی بدن یا نه. پس از این جهت برای ستادهای انتخاباتی مهمترین وسیله سنجش اون ارسال پیام ها همین نظرسنجی. نظرسنجی هم کارکردشون رو گفتیم، اما بیایم بگیم که چجوری کار میکنن. نظرسنجی میرن سراغ مردم و ازشون میپرسن که شما قرار چی کار کنید با توجه به اون سوالات. اگه سوال تغییر کنه ممکنه با پاسخ مردم تغییر کنه. اگر شیوه پرسش فرق کرده باشه، تلفنی باشه یا حضوری، این ممکنه که روی افکار، روی جوابی که مردم دارن اثر بذاره. به همین خاطر این نظرسنجی با توجه به شرایطی که انجام شده یه درصد خطایی داره و این خطا طبیعیه. ما به هر حال سراغ همه آدم‌ها نمیتونیم بریم که ازشون بپرسیم، هزینه بالایی داره. هر چقدر نظرسنجی بخواد درصد خطای کمتری داشته باشه، هم زمان و هم پول بیشتری باید براش هزینه بشه. وقتی شما توی کمپین 20 روزه انتخاباتی دارید، در نتیجه نیازه که هر روز نظرسنجی کنید و ببینید که چه وضعیتی دارید. در نتیجه میپذیریم که ما توی یه روز دو روز نظرسنجیمون رو انجام میدیم، نتیجهش رو میدیم. بله، در اینجا یه خطایی وجود داره که این خطا رو میپذیریم و میگیم که 2-3% خطا برامون طبیعیه. اما مهم اینه که روندها رو ببینیم چه اتفاقی داره براش میفته و مسائلی از این دست چجوریه. اون تغییراتی که تو بخش‌های مختلف وجود داره، آیا اون چیزی که اون ستاد، اون کمپین انتخاباتی نیاز داشته و فکر می‌کرده بهش یا نه، یکو برخلاف میلش یه تغییر و تحولی داره رخ میده. از این جهت نظرسنجی‌ها مهمه. خب ما قبلا هم یه سری نظرسنجی های انجام شده بود توی ادوار گذشته که نتایجش با نتایجی که در واقعیت و در نتیجه اصلی انتخابات اتفاق افتاده بود متفاوت بودن. نمونه‌اش هم فکر کنم سال 84 بود، سال 1400 بود که متفاوت بودن دیگه نتایج نظرسنجی با نتایج حقیقی. آیا احتمال داره بازم سورپرایز بشیم و حالا تفاوت فاحشی رو شاهدش باشیم بین این نظرسنجی ها و نتیجه اصلی؟ ببین، نظرسنجی ها 2-3 تا کار کردن اضافه بر اون سنجشه دارن. این که به کمپین شما شروع اشتیاق بدن، به همین خاطر بعضی از آقایون میرن یه نظرسنجی هایی میکنن و بهش میگن نظرسنجی. این یه کمپین متفاوت. به هر حال ممکنه بگه که من برنده قطعی این انتخابات خواهم بود، پس نه به نفع کسی کنار میکشم نه اینطور چیزی، پس کسی با من از اینها مذاکره نکنه که بکش کنار و بذار یکی دیگه رای بیاره. بعد از کارکرد این نظرسنجی ها اینه، یا بگه که آقا مشارکت بالاست، این اپروچ رو داشته باشیم و متفاوت رفتار. از اینجا بعد از این نظرسنجی هایی که گفته میشه نظرسنجی نیست و نظرسازیه، یا تو یه اتاق میشینید کارت انجام. ولی ما تو همون انتخابات هایی که میگی مثلا 1400 ایسپا یک نظرسنجی داره و تخمینی که میزنه تخمین مناسبی، اما همین الان دوباره ایسپا نظرسنجی کرده و میگه که من تو مدلی که الان دارم یه تفاوت فاحش و دورهای قبلی دارم و عدم همکاری مردم با من توی اون نظرسنجی. پس به این مدل نظرسنجی اینه که شما میری از یک آدمی پرسی که من میخوام از شما در مورد این انتخابات سوال کنم و اون ممکن بگه که من وقت ندارم یا علاقه ندارم به همکاری، و این تغییرات باعث میشه که شما با توجه به پیشینه‌ای که تو نظرسنجی داشتی و مدلت رو داری تطبیق میدی با رفتارهای گذشته یکو تغییر کنه. هر چقدر این شوک ها بیشتر شه، بی‌اعتمادی مثلا به اون کسی که داری نظرسنجی میکنه، یا یکی بهت زنگ میزنه پشت تلفن و تو چون نمیدونی پشت تلفن کیه ممکنه که واکنش دیگه بده، هر چقدر این فضاها متفاوت تر باشه امکان اون سورپرایز برای نظرسنجی واقعی و درست حسابی هم بیشتره. به هر حال اما
یک روندهای کلی هم میشه مشاهده کرد. اینکه من مثلا الان توی نظرسنجی که از طریق صدا و سیما برگزار شد و به ما رسیده، اینه که مشارکت مثلا 45% مشارکت قطعیه، 12% مشارکتی که احتمال بوده. وقتی اینو با ایسپا مقایسه میکنیم همین حول و حوشه. این روندها، این مقایسه های همزمان به ما نشون میده که احتمالاً فرایندها که تو کف جامعه داره رقم میخوره چه شکلیه و دارن چه جوری رفتار میکنن. از این جهت روی یه نظرسنجی و یه عدد توی نظرسنجی نمیشه اکتفا کرد. توی کمپین شما احتیاج دارید که ببینید روند چیه و تو بخش های مختلف چیه. تو کسایی که رأی میدن آیا پای کار تا انتهای ماجرا هستن یا اونایی که رأی نمیدن دارن مناظره رو دنبال میکنن یا اونی که مردده داره چیکار میکنه. اینا از این جهت متفاوته. من ابتدای صحبت درباره فضای نظرسنجی که داشتی صحبت میکردی یاد یه جوکی افتادم که داره دست به دست میشه که توی فضای ایتا جلیلی رأی اول رو داره، توی توییتر پزشکیان و توی حالا محافل خصوصی تر قالیباف. حالا این نظرسنجی اینترنتی رو بخوایم بررسی کنیم، اونا چطوره؟ از اون چه تحلیلی میتونیم داشته باشیم درباره اعتبارشون؟ ببین نظرسنجی اینترنتی مشکل بزرگ داره و اون تو بایاسی که برای انتخاب اون پرسش شونده ها وجودش. به هر حال یه نظرسنجی اینترنتی قرار نیست همه جامعه رفته باشه بپرسه و مهمتر این که وزندهی صورت نمیگیره. ببین ما توی جامعه نظرسنجی که میکنیم با توجه به اینکه از یه چه جمعیتی پرسیدیم، از گروه های سنی پرسیدیم و هر کدوم از این پرسش شونده های وزنی تعلق میگیره. توی نتیجه نظرسنجی بعد میگیم که حالا این وزن هایی که داشتن با اون چیزی که مشاهده شده چه جوری به هم برخورد کنه تا اون چیزی که تو واقعیت جامعه وجود داشته تو مسئله دموکراتیک یا تجربه های پیشینی که اینا تو رأی دادن داشتن ببینیم. مثلا اگر تو یه گروهی که طرفدارای یه نامزد خاص هستن شما این نظرسنجی کنید احتمالاً اون نامزد برنده میشه، اما خب بعد اینو وزنشو تبدیل کرد به اینکه اینا دور قبل چیکار میکردن و چند درصد جامعه بودن. از اینجا این طور اتفاقی نمیفته و بیشتر یه کمپین شاید از لحاظ مکانیزم اون کانال اطلاع رسانی جالب باشه و بفهمه که آره من تو توییترم موفقیت داشتم به اون گروهی که میخوام برسونم پیامم رو یا نه، اما بیشتر از این نیست. واقعیت جامعه رو ما نشون نمیده قطعاً و این چیزی که مهمه که آدم‌ها به اون نظرسنجی‌های اینترنتی توجه نکنن. واقعاً اونا بیشتر برای همون گروهی که هستن توش مهمه. حتی اگر مثلا 100,000 نفرم تو شرکت کنن، به هر حال هر کدوم از این نامزدها میتونن 50,000 نفر 100,000 نفر جمع کنن و اگه تو گروه‌های خودشون فقط بفرستن ممکنه که برنده اون انتخابات اینترنتی بشن، اما تو واقعیت جامعه هیچ اثری نداری نظرسنجی‌ها. خب اصلا توی همه این نظرسنجی که داره انجام میشه، حالا ما داریم روی نتایجش نگاه میکنیم بررسی میکنیم، یه سری آرای تردیدی هم وجود داره در واقع، یا مثلا میگن که احتمالاً شرکت نمیکنم یا هنوز تصمیم نگرفتن. به نظر میرسه که حالا شاید منتظر ادامه مناظرات باشن و قبل از این صحبت ها توی نظرسنجی شرکت کردن. به طور کلی بخوایم بررسی کنیم رأی این تردیدها چجوری توی گزینه‌های دیگه تقسیم میشه؟ دقیقاً سوال خوبی. ما آدم‌هایی که تردید دارن احتمالاً وقتی بعدشون توی نظرسنجی حالا سوال می‌کنیم که چجوری رفتار می‌کنی اگه قرار باشه همین الان نباید رأی بدی. خب اونجا یه واکنشی داره و اون چیزی که جالبه اینه که همین نظرسنجی که اشاره کردم توی فضاسی ما وقتی ازشون این سوالو می‌پرسن می‌بینیم که اون گروهی که مردد هستن توی رأی دادن با کسایی که قبلا گفتن که ما قطعا رأی میدیم تفاوت فاحشی تو عمل کردشون وجود داره. یعنی اینجا میبینیم که گروهی که مثلا با آقای جلیلی رأی دادن تو مرددین کمترن یا همینطور برای آقای پزشکیان این درصد بیشتر میشه. خب این یعنی که اون ستاد، اون کمپین الان باید بتونه اون مرددین رو توجیه کنه، یا یک کمپینی ممکن بگه که نه من اصلا دیگه اون مرددین کاری ندارم، باید برم از تو کسایی که قطعی دارن رأی میدن جذب کنم، یا اینکه برم یه کمپینی بگه که من مشارکت رو هر جوری شده بیشتر کنم با این نظرسنجی یا به نظر میاد که وضعیت متفاوته. از این جهت باید پیام میکنه کمپین ها برسه. بذار یه مثال بزنم. همین الان آقای پزشکیان یه شعار گذاشته به عنوان برای ایران. خب این برای جمله یکی به کمپین سال 1401 تو اون اعتراضات برمیگرده، شعری که شیرین حاجی پور میخونه و میگه که آقا برای فلان فلان. خب این الان اون پیام رو داره میرسونه و احتمال منظورش اینه که مخاطب من با اون پیام میخوام باهات تعامل کنم. از اون سمتش کلمه دومش ایرانه. آیه پزشکیان به هر حال نماینده شهر تبریزه
و هویت‌گرایی قومی تو پرونده تبلیغاتیش متهم شده و این جد اون داره دنبال اینه که بگه نه من همه ایرانم و اینو تو کمپینش خیلی داره پررنگ میکنه. وقتی کلمه ایران میاد روی اون هم از اون سمت حالا کمپین مخالف ایشون آقای زاکانی میاد شب گذشته میگه که دولت‌های محلی رو ما باید تقویت کنیم در ایران. خب این یه کمپینیه که میگه که اگه تو قراره که بری روی این گروه‌های قومی دست بذاری پس من میام با تو همون زمین بازی میکنم و میجنگم اونجا. خب این کمپین داره پیام رو میگه و میگه که تو مسئله مردم رو اینجوری شناختی، منم اینجوری بهت جواب میدم و اگه به اصطلاح نظامی بخوایم نگاه کنیم تک و پاتکش چجوریه، این ضد حمله هایی که نامزدها به همدیگه میزنن تو اینجاها در میاد و این مسائل مختلف که مردم تو این زمینه ها داشتن رو میخوام با هم حل کنم و نشون بدن که کدوم سوال رو کی چجوری میتونه بهش جواب بده. خب بله، روی این قومیت و روی ایران مانور داده میشه، ولی خب یه بحثی مثل سیاست خارجه الان خیلی کلی داره دربارش صحبت میشه توی مناظره های انتخاباتی، چرا غایبه به نظر تو؟ خیلی به صورت جنرال دربارش حرف میزنن نامزدها. ببین بذار روی این بیشتر صحبت کنیم. بعضی از نامزدها رفتن سمت این که ما یه برنامه‌ای داریم، یه کار بلند مدتی کردیم و از این جهت روی برنامه‌شون تبلیغ می‌کنن، مثل آقای قالیباف یا آقای جدید. از اون سمت نامزد دیگه ممکنه یه کمپینی دیگه باشه. اما مسئله سیاست خارجی توی انتخابات سال 1400 از طرف رهبری با من مواجه شد و گفته شد که نامزدها در مورد این مسائل صحبت نکنن چون اینا مسئله مردم نیست و فضا رو چه مورد رو انتخاباتی تبدیل نکنن، این مباحث رو که موضوعات اصلی کشور باشه. این از یه جهت داره پیام میده که خب این احتمالا سیاست خارجی کشور به صورت کلان داره تصمیم گیری میشه در موردش و دولت ها خیلی ایده‌ای برای تغییرات کلان توش ندارن، پس نامزدها هم نمیتونن روی مانو بدن. همچنین ما یه تجربه هم توی سال 92 داشتیم که به هر حال بحث در مورد سیاست خارجی یه مناظره یک رفراندوم ملی تبدیل شد و از این جهت خب این با محدودیت‌های دست سیاست مدار رو مواجه کرده. شاید از این جهت به نظر با توجه به اون من که سیاست خارجی فعلا دست و پا شکسته تر دارن فعالیت میکنن و به صورت حرفای کلی که آره باید تحریم رفع بشه ولی یا مسئله تحریم مهمه ما میفهمیم اما با روی اون موضوعات حرف میزنن. از این جهت به نظر اون من که صورت گرفته نظر مهمی داشته باشه. خیلی ممنونم از توضیحات تو محمد مولانوری همکار گرامی من در تحریریه اکو ایران. متشکرم. حسن.